کهندیارا، خاطرات فرح پهلوی، ملکه ایران، قسمت بیستم. سازمان پرورش فکری کتابخانه های متعددی در شهرهای بزرگ ایجاد کرد و چون با اشتیاق فراوان کودکان روبرو شدیم، تصمیم گرفتیم کلاس‌های موسیقی و کارگاه‌های تئاتر و صنایع دستی را نیز به آن اضافه کنیم. اردوان مفید که قصه‌گوی ماهر بود، اداره امور نمایش را به عهده گرفت و هم او بود که بعدها تئاتر سیار را ایجاد کرد. بیان احساسات از طریق گفتار و حرکات بدن که مکمل هنر خواندن بود، به رویا واقعیت می بخشید و به این کار جنبه تفننی می داد. بچه ها لباس های مبدل به تن می کردند، بزک می کردند و آنهایی که جرأت چنین کارهایی را نداشتند با تماشای دیگران از لاک خود بیرون می آمدند و بالاخره کارگاه هایی برای آشنایی با هنر سینما و آموزش فیلم برداری با دوربین های 8 میلیمتری تأسیس شد و ایجاد فستیوال فیلم برای کودکان بُعد تازه‌ای به آن تجربه داد. و اما هدف اصلی رساندن کتاب به دورترین دهکده‌های مملکت بود و ایجاد کتابخانه‌های سیار گامی در این راه به شمار می‌رفت. با توجه به وضع مناطق و جاده‌ها، کتاب‌ها را به وسیله کامیون‌های کوچک، جیپ و حتی گاه بر پشت قاطر به مقصد می‌رساندیم. با فاصله چند روز و در صورت خرابی راه‌ها یک بار در ماه، کتابداران سازمان برای تعویض کتاب‌ها به روستاها می‌رفتند. کتاب‌رسانی به روستاهای دورافتاده با همکاری سپاهیان دانش انجام می‌شد و بدین ترتیب اندک اندک شاهد صحنه‌های امیدوارکننده‌ای شدیم، از جمله کتابخانه بچه‌ها برای والدین بی‌سوادشان. همانطور که قبلا نیز یادآور شدم، تئاتر سیار نیز از دهی به ده دیگر می رفت. بسیاری از شرکت کنندگان غربی فستیوال به این ابتکار ما رشک می بردند. تعهدی که در برابر سازمان‌های غیر دولتی در زمینه آموزش، تندرستی، فرهنگ، ورزش و غیره داشتم، مرا در انجام وظایف یک ملکه یاری بسیار می کرد. در آغاز گمان می کردم بتوانم به همه کمک کنم و گره از مشکلاتی که به نظر لاینحل می آمد بگشایم. گاهی از بودجه شخصیم برای کمک به مردم استفاده می کردم. اما به زودی دریافتم که این کار به حل مشکلات کمک چندانی نمی کند. درآمد شخصی من محدود بود و نمی توانست به طور مستمر مورد استفاده قرار گیرد. پول دولت نیز بی پایان نبود. دلسوزی و کمک‌های شخصی جنبه احسان و صدقه پیدا می‌کرد و این کار به هیچ وجه راه حلی برای مسائل اساسی نبود. برای مفید واقع شدن می‌بایست نیروی خود را به موارد خاصی که نیاز به توجه بیشتر داشت معطوف نمایم. در میانه دهه 40، یعنی 5 سال بعد از ازدواجم، بالاخره احساس کردم که راه خود را برای خدمت به وطنم یافتم و در همین هنگام بود که پادشاه و نخست وزیر جدید امیر عباس هویدا تصمیم گرفتند مرا به نیابت سلطنت انتخاب کنند. معنای این انتصاب آن بود که در صورت فوت پادشاه و در انتظار آنکه ولیعهد به سن بلوغ، یعنی 20 سالگی برسد، سرنوشت ایران بر دوش من خواهد بود. حتی یک لحظه نیز امکان پیش آمدن چنین وضعی برایم قابل تصور نبود. حتی یک لحظه. من 27 ساله بودم و همسرم فقط 46 سال داشت و در انتظار سومین فرزند خود بودیم. ما عمیقاً احساس خوشبختی می کردیم و بیش از همیشه امیدوار به آینده مملکت. پادشاه از هیچ بیماری خاصی رنج نمی برد و به نظر می رسید که خداوند از او در مقابل افراد متعصبی که آرزوی مرگش را داشتند حمایت می‌کرد. در نتیجه این تصمیم را با اینکه به تصویب مجلس نیز رسید، نوعی قدردانی رسمی تلقی کردم. در نظر من
این انتخاب نشانه ای از احترام و اعتمادی بود که همسرم به من داشت و در نهان خوشحال و مفتخر بودم. سپس به اهمیت نمادین این امر پی بردم. مردی که موجب اعطای حق رأی به زنان شده بود، با انتخاب من به این سمت زمام امور مملکت را در آینده به دست یکی از زنان می سپرد و این ابتکار در یک کشور مسلمان تصمیمی چشمگیر به شمار می آمد. اطلاع پیدا کردم که برخی از نمایندگان مجلس با این انقلاب جدید در زمینه آداب و رسوم ملی به شدت مخالفند. اما چند ماه بعد پادشاه از آن هم جلوتر رفت و تصمیم گرفت به هنگام تاج گذاری خود بر سر من نیز تاج بگذارد. در تاریخ طولانی ایران هرگز زنی به یک چنین افتخاری نایل نیامده بود. به گفته پادشاه، موقعیت زن در ایران امروز به کلی با آنچه که چند قرن پیش و حتی چند دهه پیش بود متفاوته. زن ایرانی شایستگی رسیدن به هر مقامی حتی نیابت سلطنت رو داره. علاوه بر اون شهبانو طی سالهای اخیر آنچنان نقشی در میان مردم داشته و چنان همدلی به من نشان داده و وظایف خود را با چنان نیرو و علاقه‌ای به انجام رسانده که واقعا شایستگی احراز چنین مقامی رو دارد. آری، او همواره یار و یاور همه زنان و مردان ایرانی بوده است و از این پس نیز چنین خواهد بود، چرا که هنوز راه درازی در پیش است. فصل 11. علارغم یک ربع قرن سلطنت، همسرم همواره مراسم تاجگذاری خود را به تعویق انداخته بود. در پاسخ کسانی که او را به این کار تشویق می کردند، با لحنی جدی می گفت روزی تاجگذاری خواهد کرد که احساس کند مملکت واقعا در راه پیشرفت و ترقی است و تاجگذاری در برابر مردمی که هنوز در فقر و بیسوادی به سر می برند افتخاری برای او به شمار نمی آمد. از سال 1344 به خاطر آشکار شدن نخستین نتایج انقلاب سفید و بسیج عمومی حاصل از آن در سراسر مملکت، پادشاه به فکر تاجگذاری رسمی خود افتاد. خصوصا که رضا ولیعهد به سن 7 سالگی می رسید و می توانست در این مراسم که جنبه نمادین آن اهمیت بسیار داشت شرکت کند. نظر به اینکه ولادت سومین فرزندمان علیرضا برای بهار 1345 پیش بینی شده بود، لذا تاریخ مراسم تاجگذاری 4 آبان 1346 تعیین گردید که ضمناً تاریخ 48مین سال ولادت پادشاه نیز بود. از نظر پادشاه همه ایرانیان می بایست بتوانند در مراسم تاجگذاری شرکت کنند، زیرا این واقعه آغاز دوره جدیدی در تاریخ ایران به شمار می رفت و لازم بود بازتاب قابل توجهی داشته باشد. بنابراین کمیته تاجگذاری برای سازمان دادن این روز تاریخی به ریاست تیمسار مرتضی یزدان‌پناه تشکیل شد. او از همراهان رضا شاه و از هواخواهان دائمی سلطنت بود و مهدی سمیعی رئیس بانک مرکزی در انجام این وظیفه او را همراهی می‌کرد. رضا شاه در سن 48 سالگی و 6 ماه پس از رأی مجلس مؤسسان مراسم تاجگذاری خود را در 4 اردیبهشت ماه 1305 برگزار کرده بود. مراسم در کاخ گلستان انجام گرفته بود و طی همین مراسم همسر آینده من که در آن زمان 7 سال داشت رسما به مقام ولیعهدی نائل شده بود. کمیته تاجگذاری این بار نیز کاخ گلستان را برای اجرای مراسم برگزید و بدین سان همسرم 41 سال بعد از پدر همان مراسم رسمی و حتی تعیین رضا به مقام ولیعهدی را تکرار می‌کرد. رضا نیز به سن 7 سالگی رسیده بود. قرار بر این بود که برای شرکت در مراسم صدها نفر زیر سقف‌های گچکاری شده و آینه‌های تالار گلستان گرد هم آیند. بنابراین تصمیم گرفته شد که ساختمان کاخ به دقت مورد بازرسی قرار گیرد. هنگامی که تابلوی رضا شاه را جابجا کردند، شکاف بزرگی بر دیوار تالار پدیدار شد که نشان می‌داد کاخ در خطر فرو ریختن است. معماران با بررسی محل به این نتیجه رسیدند که دیوارهای اصلی کاخ
دیگر توانایی تحمل وزن سقف را ندارند. در طول سالها با اضافه کردن کاهگل بدون توجه به وزن آن سقف‌ها را تعمیر کرده بودند. بنابراین جای تأمل نبود. هر آن ممکن بود ساختمان بر سر میهمانان فرو بریزد. تعمیرات فوراً آغاز شد و من آن را به فال نیک گرفتم. چرا که این تاجگذاری به بقای کاخ گلستان کهنه ما کمک می‌کرد. تاج سلطنتی در خزانه بانک مرکزی جای داشت. این تاج را رضا شاه به یک جواهرساز ایرانی به نام سراج الدین و به سبک تاج‌های ساسانی سفارش داده بود. اما برای من طبعاً بایستی تاج، لباس و مراسم تازه‌ای ابدا می‌شد، زیرا هیچ پادشاهی تا کنون بر سر همسر خود تاج نگذاشته بود. هرچند که انواع سنگ‌های قیمتی در خزانه بانک مرکزی وجود داشت، اما لازم بود جواهرسازی تعیین شود تا در زمانی کوتاه تاج را بسازد. بدیهی است مایل بودم تاج من نیز به همان سبک تاج همسرم ساخته شود. نخستین طرح‌های ارائه شده را نپسندیدم و سرانجام طرحی را پسندیدم که در آن نقوش ایرانی و ظرافت زنانه به بهترین وجهی تلفیق شده بود. طراحی برای انتخاب سنگ‌ها شخصاً به تهران آمد و چون خروج جواهرات از مملکت ممنوع بود، در سفر دیگری متخصصین کارگاهش را نیز به همراه خود به تهران آورد. و اما برای لباس تاجگذاری هیچ گونه طرحی نداشتیم. نمی‌خواستم لباسم شبیه به لباس ملکه‌های غربی باشد، ولی تصویر یا نمونه‌ای از لباس ملکه به سبک ایرانی وجود نداشت. به همین جهت لباس سفید و ساده‌ای در نظر گرفتیم. این لباس و شنل با نقش‌های ایرانی سنگ‌دوزی شده بود. نظر به اینکه برای دوختن شنل به میزهای بسیار دراز نیاز بود، این کار در باشگاه افسران تهران انجام گرفت. برای کار سنگ‌دوزی از وجود یکی از همسایه‌های قدیمی دوران آپارتمان نشینی من کمک گرفتیم. این خانم جوان پوران درودی در آن زمان پیانو می‌نواخت و به همین دلیل مورد توجه من واقع شده بود. آرزو داشتم می‌توانستم مانند او پیانو بزنم، چرا که نوازنده‌ای ماهر بود. سپس دریافتم که در کار سنگ‌دوزی نیز قریحه‌ای خاص دارد. خواهرش ایران درودی که بعدها چند تابلو از او خریدم نقاش بود. او شرکت در این کار هنری را که تصاویرش در دنیا پخش شد پذیرفت. در کنار وی چند خیاط ایرانی و دو سوئیسی نیز کار می کردند. روز تاجگذاری تعطیل رسمی اعلام شد تا همه ایرانیان بتوانند در این جشن شرکت کنند. قرار شد که از کاخ مرمر با کالسکه‌های قدیمی به کاخ گلستان برویم. ما این مسیر را سوار بر دو کالسکه، یکی پادشاه و من و دیگری ولیعهد پیمودیم. در کاخ گلستان لازم بود که همه حرکات ما طبق تعریزی خاصی صورت گیرد که توسط تیمسار یزدان پناه سختگیر تعیین شده بود. نخست طبق برنامه شاهزاده رضا همراه با گارد مخصوص خود در میان سکوت کامل مدعوین وارد تالار می شد. او پس از ورود بر صندلی کوچکی که در سمت چپ تخت سلطنتی قرار داشت می نشست و در انتظار می ماند. سپس من به اتفاق ندیمه ها و دختران جوانی که شنل مرا بعد از پوشیدن حمل می کردند وارد می شدم. پادشاه آخرین نفری بود که وارد تالار می گردید. نخست مراسم تاجگذاری پادشاه و پس از آن تاجگذاری من برگزار می شد. برای این کار در برابر او زانو می زدم و او باید به طرزی برازنده تاج بر سر من بگذارد و در این حال مواظب آرایش موی سر من باشد. بنابراین به تمرین مراسمی که در روز موعود ملت ایران و میلیون ها بیننده تلویزیون به تماشای آن می نشستند پرداختیم. رضا نیز با مربی خود تمرین می کرد. پرستارش برایم حکایت کرد که در آغاز تمرین رضا بسیار هیجان زده بود و به این سوی آن سوی می دوید. پس به این فکر افتادیم که لباس رسمیش را بر او بپوشانیم. از همان لحظه به بعد گویی به موقعیت خود واقف شده به بهترین وجه نقش خود را ایفا کرد. این تمرین ها به من فرصت داد
تا بتوانم اختلافاتی را که بر سر تعیین جای هر یک از افراد خاندان سلطنت در این مراسم پیش آمده بود حل کنم. همینطور اختلاف نظر میان همراهان خودم که در صورت عدم دخالت من می توانست عواقب ناخوشایندی داشته باشد. این بگو مگوها پادشاه را عصبانی می کرد و مرا ناراحت، ولی چاره ای نبود جز آرام کردن اطرافیان. اما در عوض هنگام انتخاب آهنگ های موسیقی تاجگذاری دقایق خوشی را گذراندیم. مهرداد پهلبد وزیر فرهنگ که در اشاعه فرهنگ و هنر ایران زحمت بسیار کشید ترتیبی داده بود که در میهمانی های شام ملکه مادر آهنگ های مختلفی از ساخته های موسیقیدانان ایرانی بشنویم و بدینسان من و همسرم بالاخره در انتخاب آهنگ هایی که احساسات و شکوه را در هم میامیخت به توافق رسیدیم. Thank you.